دوستان خیلی خوش آمدید. این هفته بار دوم هست که عبدی عزیز بحثشون در رابطه با تئوری های جرم شناسی رو ادامه خواهند داد. خیلی خوشحالیم که عبدی عزیز اینجا تشریف میارن و گوش میدیم به صحبت های خوبشون. ازشون دعوت میکنم که عبدی جان اگر آمادگی دارین و هستین، من میکروفون رو در اختیارتون میذارم اگر عادی تایپ کنین و بحث و دنبال بحث رو میتونیم که آغاز کنیم. در ضمن دوستان عزیز فالای یوتیوب و صدای بحث ایشون بار اول رو، قسمت اول رو در سایت هست که میتونین اونجا مراجعه کنین همراه با اسلاید ها، و در حالی که صحبت میکنن اسلاید های در اختیار ما گذاشتن که ما اونا رو در سایت گذاشتیم، میتونین نگاه کنین، شاید کمک بهتری بکنه برای دنبال کردن صحبت های عبدی عزیز. عبدی جان میکروفون برای شما، بفرمایید. همگی دوستان خیلی خوش آمدید. ببخشید یه خود دیر شروع کردیم بحثو، ولی خب بالاخره میگن یه خودم دیر بشه بهتره که نباشه و قدر این بحثو بیشتر میدونیم. بفرمایید عبدی جان. مرسی. بفرمایید. سلام دوستان عزیز، همچنین سلام پرواز جان، خیلی ممنون از این فرصت. سلام دوستان، من دو هفته پیش با یه سری تئوری های جرم شناسی این صحبت رو شروع کردم و توضیح دادم. از اینو خواستم بگم چون داشتم توی این مدت فکر میکردم راجبش، خواستم بگم که این تئوری ها رو من فقط به شکل تئوری هایی که وجود دارن توضیح دادم، یعنی بدون اینکه توضیح بدم که نقدشون چیه، و این نقدشون هم چیه، نه از نقطه نظر خودم بلکه از نقطه نظر خود جرم شناس های دیگری که زیاد لزوماً مثل همدیگه فکر نمیکنن، و این از نقطه نظرهای مختلفه که این نقد هست. حالا به این دلیلم این کاری کردم که دوستانی که توی این اتاق هستن، خب همشون بالاخره در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، هنری، حتما دست اندر کارن، و خب نظرات خودشونو دارن. بس همین نخواستم اون نقد رو بگم که یه تداخلی نشه با نقدی که دوستان روش دارن و تأثیری نذاره لزومن به نظراتی که در هر حال هست توی ذهن خودشون. یه توضیح کلیتری از این هم میخواستم بدم توی سه شاخه جامعه شناسی و جرم شناسی که فکر میکنم اگر این تئوری های جرم شناسی رو الان که من یعنی دو هفته پیش و امروز که دارم توضیح میدم، اگر توی این سه شاخه بتونن دوستان نگاه کنن، یه مقدار کمک میکنه به این که چرا این نظرات خاص یا این تئوری های خاص به شیوهی که فکر میکنن و در واقع اون ساختار اصلی چیه و از کدوم به اصطلاح نظر تئوریک نشأت میگیره، یا حتی نخوام بگم نظر تئوریک، بهترش اگه بخوام بگم از چه متدولوژی نشأت میگیره که چگونه باید به دنیا نگاه کرد. باید از مثلا روابط اجتماعی شروع کرد نگاه کرد، باید طبقاتی نگاه کرد، و یا باید با دیدی که نظم وجود داره یا نظم وجود نداره شروع کرد. بنابراین این ستا نظر من اینجا می نویسم واسه اینکه توی سلایدم نیست. یکیشون تئوری تضاده که اون کانفلیکت تئوری بهش میگن، یکیشون فانکشنالیسم و یکیشون هم سیمبالیک انتراکشنه یا انتراکشنیسم. این ستا به اصطلاح مکتبای اصلی جامعه شناسی هستن که در واقع میشن همون ستا مکتب اصلی جرم شناسی هم میشن، یعنی جرم شناسی هم
از این سه تا متدولوژی استفاده میکنه برای اینکه نظرات خودش رو توضیح بده و در واقع جامعه رو توضیح بده در رابطه با جرم و جنایت. حالا با فانکشنالیست شروع میکنم، این رقم اینی که اول نوشتم کانفلیکت تیوری، با فانکشنالیست شروع میکنم. اینا رو فقط میخوام مختصر توضیح بدم، احتمالا دوستان میدونن این تئوری رو، یعنی شاید براشون دوباره تکرار باشه، ولی خواستم خیلی توضیح بدم که خیلی کوتاه توضیح بدم، چون میگم بفهمیم که از کجا این تئوری میاد. فانکشنالیسم بر مبنای همین لغتی که گفته میشه، یعنی همون فانکشن، فانکشن در نظر فانکشنالیستا اینه که، یعنی سوال اینه که ما باید اون مؤسسه های اجتماعی رو نگه داریم و به نگه داشتنش کمک کنیم، یعنی قوانین رو رد کنیم، یعنی مثلا کسایی رو بذاریم که بتونن این مؤسسه ها رو ادامه بدن و تشویق میکنیم و غیره، چون این مؤسسه ها توی جامعه ما ثابت شده که فانکشن داره. و اینی که فانکشن داره یعنی چی؟ از قول این تئوری، یعنی یا این متدولوژی، چیزی فانکشن داره که مدت های مدیدی توی جامعه بوده و مردم جامعه باش دست و پنجه نرم کردن و تضادهای خودش هم داشته ها، ولی بازم میبینیم که فانکشن داره. حالا منظور از اینکه فانکشن داره این نیستش که فقط خوبه یا بده، منظور اینه که مدت هاست تو جامعه هست و چون مدت هاست تو جامعه هست بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که فانکشن خودشو داره و باید ادامهش بدیم. حالا به این دلیل فانکشنالیستا به این شیوه فکر میکنن، اینو بهتره بگم که در واقع فانکشنالیستا به در توی هر عملی و هر عمل کردی به نتیجه کار دارن و نه اینکه از کجا به نتیجه کار رسیدیم. یعنی به هر عملی ما یه دونه اینتنشن داریم، یعنی که قصد کار چیه، نیت کار چیه، و یه نتیجه کار داریم. یعنی توی هر عملی این هست، شما مثلا از عمل اینکه کوچیک سوار ماشین میشین، میخواین برین سر کار یا میخواین برین یه چیزی بخرین، یه کاری یه رفیق رو ببینین، این نیتتون اینه که بشین سوار ماشین برین این دوست و رفیق رو ببینین، ولی در واقع ممکنه نتیجه کار یه چیز دیگه باشه. همون مثالی که یکی از دوستان دو هفته پیش زد در رابطه با اینکه من میخوام از یه جا برم به شهر دیگه 200 کیلومتر، بعد خودم میگم من 100 کیلومتر میرم 2 ساعت طول میکشه، ولی در واقع یه چیزایی میشه تو راه. حالا من میخوام از این شهر به اونجا برم میشه نیتم و فکرم میکنم با داده هایی که دارم، سرعت هم و غیره و وضعیت ماشینم و غیره، مثلا 2 ساعته میرسم، ولی چیزی که به نتیجه میاد، یعنی اون آخر کار یه چیز دیگه ممکنه باشه. حالا گذشته از اینی که تضادی هست بین نیت و نتیجه، ما به این فعلا کار ندیم، ولی فانکشنالیست ها فقط به نتیجه کار نگاه میکنن، یعنی اینکه نتیجه بالاخره این بود، ما کاری نداریم چجوری به اینجا رسیدن. بنابراین وقتی میگن یه سری مؤسسه ها فانکشن داره، منظورش اینه نیستش که لزوما این مؤسسه ها خوبه، منظورش اینه که بالاخره هستن. حالا چرا اینو میگم؟ شما مثلا ببینید یه مؤسسه مثل خانواده که خب بالاخره بیشتر دنیا به همچین شکلی زندگی میکنه، میگم همه دنیا به همچین شکلی زندگی میکنن، خیلی از جاها هستش که به شکل خانواده هنوز یا هنوز نیست یا بوده و الان یه فرم دیگه هست، حالا اون یه بحث دیگه است. مؤسسه مثلا مثل دولت، مؤسسه های مثلا ساختارهای اقتصادی اصلی، مؤسسه های سیاسی، مؤسسه های تحصیلات، آموزش و پرورش، تمام مؤسسه هایی که وجود دارن اگه نگاه بکنین مدت هایی است که وجود دارن و به قول فانکشنالیست ها فانکشن دارن و باید نگرشون داشت، چون دارن به جامعه یه نظم و ترتیبی میدن. برای فانکشنالیست ها یا اون جرم شناس هایی که فانکشنالیست هستن، خود جرم و جنایت هم فانکشن داره، یعنی معتقدن که جرم و جنایت نه تنها هیچ وقت بین نمیره، بلکه برای هر جامعه ای احتیاج داریم، چون در واقع باوندری ها، یعنی اون خطوط
توی جامعه رو تعیین میکنه. مثلا ما وقتی که یه نفر ماشین میدزده میگیریم، محاکمش میکنیم، مثلا میندازیمش زندان به جرم ماشین دزدیدن، بعد چهار نفر دیگه یا بقیه جامعه که دارن نگاه میکنن میگن ای خب این کار بدیه، چون ببینین چه بلایی سر طرف اومد. این خب توی مسئله جرم و جرائم وجود داره و حتی توی مثلا بزرگ کردن فرزند و تربیت خیلی خیلی عادی هم برای حالا یا فرزند یا دانشجو یا دانش آموز و غیره هم وجود داره، برای ماها بزرگا هم وجود داره. یعنی یه سری خطوط کشیده شده که شما فرای اون نمیتونی بری. اگه فرای اون بری، یا این انحراف اجتماعیه یا جرم جنایت، بالاخره یه جوری منحرف شدی از اون استانداردی که ما وسط تعیین کردیم. خود فانکشنالیست ها معتقدن به این دلیل که جرم و جنایت و تنبیه جرم و جنایت، یعنی ببینید بازم خانایی داره به اون چیزی که فکر میکنن، یعنی نتیجه اینی که جرم و جنایت چی میشه که ما طرف رو تنبیهش میکنیم، باعث میشه که به ما نشون بده که جرم و جنایت ضرورت داره تو جامعه، نه اینکه خودش خود به خود خوبه، بلکه نتیجه جرم و جنایت خوبه برای جامعه، چون داره این خطوط اجتماعی رو تعیین میکنه. بنابراین تئوریایی که من تا حالا گفتم و از این به بعد میخوام بگم، شما میتونید هر کدومش رو، حالا که اینو مثلا ما میدونیم درباره فانکشنالیسم، هر کدومش رو جا بدین توی اینی که چه جوری داره فکر میکنه. مثلا اگر یه تئوری میگه که فرض اون نظمی که ما میخوایم باید نگه داشته بشه و تنها شیوهی که همون اون بحثیست که تقریبا جزو اولین تئوریایی بود که کردم از باکاریا در اومده، این اون شیوهی که ما تنبیه میکنیم تعیین کننده است. اگه میخوایم این نظم رو نگه داریم باید تنبیه رو ببریم بالا، اگه تنبیه رو ببریم بالا جرم میاد پایین. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که با تنبیه کردن بیشتر میتونیم کمک کنیم جرائم و جرم و جنایت و غیره بیاد پایین. چرا؟ چون میخوایم اون نظمی رو که وجود داره حفظ کنیم و نگه داریم. معمولا هم توی حیطه سیاسی، توی جامعه شناسی، توی اقتصاد، توی هر زمینه ای اگه باشه، اگه ببینین کسایی که مدعیان فانکشنالیستن لزوما باید محافظه کار هم باشن. محافظه کار از این نظر، نه اینکه حالا نمیدونم ترسو یا دست راستی تو سیاست و غیره، نه فقط این مسائل، بلکه محافظه کار به این به اون تعریف مشخص محافظه کاری، یعنی من میخوام از وضعیت موجود محافظت کنم و یه کاری کنم تغییر نکنه، چون از این وضعیت موجود بالاخره من دارم یه سودی میبرم، سودم نه حالا مالی و غیره، بلکه دارم زندگیمو میکنم. بنابراین اونایی که فانکشنالیستن معمولا اگر نظرشون خانایی داره، یعنی اگه به این شیوه به دنیا نگاه میکنن، نه فقط به جرم، بلکه از این شیوه به دنیا نگاه میکنن، که توی محققا اینطوری هست، شما وقتی محققی میگی فانکشنالیستی یا فلان هستی عموما به دنیا اینطوری نگاه میکنی، ممکنه یه جاهایی ناخوانایی باشه، مثلا عموما از این شیوه استفاده. معمولا فانکشنالیستا محافظه‌کار هم میشن یا هستن، چون میخوان اون وضعیت موجود رو نگه دارن به اون شکلی که هست. حالا یه مکتب دیگه هست، حالا اینو در نظر بگیر، یه مکتب دیگه هست به اسم کانفلیکت تئوری یا تئوری تضاد. تئوری تضاد تقریبا مسئلهش نه 100%، بلکه تقریبا مسئلهش، یعنی متدولوژیش توی دیدن جامعه، نگاه کردن به جامعه و جرم و جنایت، متضاد با، یعنی در مقابل فانکشنالیست هاست. یعنی تئوری تضاد میگه که جامعه مدام در حال تضاده و مدام در حال حرکته، حرکت هم نه لزوماً به جلو، بلکه حرکت و تغییر. شما این عنصر تغییر رو و توضیح دادن عنصر تغییر رو، تغییر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، هنری، غیر و غیره، حتی تغییر شخصی، یعنی روح و روان یک نفر، این تغییر رو با تئوری های فانکشنالیست نمیتونین توضیح بدین، چون جا براش نیست. مادامی که فانکشنالیست بشنوه تغییر، باید برای مؤسسه های اجتماعی احساس خطر کنه، یعنی فکر کنه که این تغییر باعث میشه که اون نظمی که در ذهن من هست تغییر کنه، بنابراین جلوی تغییر رو یک باید بگیرم، دو نمیتونم توضیحش بدم. معمولا تغییر برای آدم فانکشنالیست
انحرافه. ولی تغییر برای آدمی که به کانفلیکت تئوری تئوری تضاد معتقده خانایی داره، یعنی این تغییر طبیعت اجتماع، طبیعت سیاست، طبیعت اقتصاد و غیره است و خانایی داره. اساس این تغییر هم در نظر تئوریسین های تضاد قدرته، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، قدرت اقتصادی و غیره. یعنی میگن شما اگه میخواین ببینین، اگه میخواین هر بخشی از جامعه رو، روابط بین دو نفر، روابط بین 2000 نفر یا روابط بین 2 میلیون نفر، اگه میخواین این روابط رو توضیح بدین و تحلیلش کنین، حتما باید نگاه کنین ببینین کی قدرت داره یا کیا قدرت دارن، کی قدرت نداره و چه کسانی قدرت ندارن. یعنی اگر این عنصر قدرت یا همون پاور انگلیسی رو در نظر نگیرین، هیچ جامعه ای رو نمیشه تحلیل کرد، چون اون وقت تحلیلش میشه یه جاهای دیگه. نمیشه تحلیل کرد، منتها تحلیل اساسی نیست. بنابراین خب میرسیم، یعنی چی؟ متدولوژی کانفلیکت تئوری، یعنی تئوری های تضاد، اینه که یک، تمام جوامع رو با میبینیم که مدام داره تغییر میکنه و تغییر اجتناب ناپذیره. دو، تمام جوامع به یک مناسباتی که مشخصا درگیره با قدرت و عدم قدرت درگیر هستن و این تغییرات رو توی اون زمینه فقط میشه توضیح داد. این میشه مکتب دوم. من اینا همه رو خیلی خلاصه میگم، اگر دوستان خواستن بحثی بکنن راجبش یا سوالی بکنن راجبش، حتما اشاره کنین که حالا من بتونم جواب بدم یا توضیح بدم یا حتی نظری که اگه خودشون هم دارن. نظر سوم همون چیزی که نوشتم و پروازونم نوشت یه بار دوباره، سیمبولیک اینتراکشن، یعنی اینتراکشن میشه نمیدونم درگیری اجتماعی سمبولیک. مسئله این متدولوژی کلمه ایست که به انگلیسی بشه یعنی مینینگ، یعنی چی معنی داره توی دنیا، و اون چیزی که برای ما معنی داره ما بهش اهمیت میدیم و زندگی رو داره در واقع پیش میبره. توی خود سیمبولیک اینتراکشنیستا جناح چپ و راست هست، یعنی فانکشنالیست هست و کانفلیکت تئوریست هست، منتها مسئله شون اینه که، یعنی مثلا اونایی که جناح چپشن که توی جرم شناسی هستن، لیبلینگ تئوریست هستن، تئوریای برچسب زدن، کسایی هستن که بستگی به این که کی قدرت داره میتونه دیگری رو برچسب بزنه. مثلا میگن اگر نگاه کنین میبینین توی جامعه آمریکا اون 2.2 میلیون، 3 میلیونی، 2.2 میلیونی که توی زندان هستن، اگر نگاه بکنین میبینین آدمایی هستن که عموما قدرت ندارن و اون کسایی که اینا رو میندازن تو زندان، حالا از طریق قوانین میندازنشون تو زندان، از طریق پلیس میندازنشون، یعنی پلیسه که میندازشون تو زندان، یا اینکه خود زندان هستش که اینا رو داره نگه میداره، یعنی اینا کسایی هستن که قدرت دارن. اینا جزو اون هنوزم سیمبولیک اینتراکشنیست ها هستن، منتها منظورشون اینه که قدرت تعیین میکنه که چی معنی داره، یعنی معانی جامعه دست کسایی هستش که قدرت دارن. شاید اینو بشه با یه جمله معروفی که کارل مارکس داره مقایسه کرد، که توی یکی از بحثاش مطرح میکنه که اون نظرهای غالب توی جامعه نظرهای کسایی هستن که حاکم بر اون جامعه هستن. چرا؟ چون قدرت تبلیغ و ترویج اون نظرها رو خیلی بیشتر دارن تا مثلا بخش دیگری از جامعه. یعنی اگه مثلا چند تا سیاستمدار بخوان تصمیم بگیرن در سطح آمریکا یا در سطح هر کشوری، چند تا سیاستمدار بخوان تصمیم بگیرن بر مبنای یه سری منافعی که خودشون دارن یا یه سری بحثایی که خودشون میخوان جا بندازن، حالا غلط و درستش کاری ندارم، اگه اینا چون قدرت دارن میتونن اون نظر رو بیشتر ترویج کنن و جا بندازن در مقایسه با میلیون ها یا صدها میلیون آدم دیگه که لزوما توی اون لحظه این قدرت رو نداره، خب خیلی راحت تر این نظرات میتونه جا بیفته. مثلا شما اگه یادتون باشه اون یه مثال سیاسیشو میزنم، مثال اجتماعیش هم میزنم، یعنی در سطح اجتماع هم این مثال ها زیاده،
اگه یادتون باشه موقعی که آمریکا میخواست بره عراق یا افغانستان رو اشغال کنه، یعنی افغانستان سال 2001 اکتبر و عراق سال 2003 توی مارچ، یکی دو روز قبل عید خودمون بود من یادمه، موقعی که جورج بوش و دولت جورج بوش مطرح کرد که صدام حسین سلاح اتمی داره، یا به قول خودشون weapons of mass destruction، یعنی تسلیحات جنایت وسیع یا هر جور دیگه که ترجمه میشه، اون موقع خب یه سری مردم بودن تو آمریکا و تو دنیا که مخالف این بحث بودن، یعنی گفتن دروغ میگه، که گفتن کشتار جمعی، بله مرسی، گفتن که خب دروغ میگه، این واقعیت نداره و اصلا یه همچین چیزی نیست و غیره و غیره، یعنی خب این مشخص بود براشون یا برامون. و ولی چه بحثی پیش رفت؟ یعنی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شدش که اینا رفتن اشغالم کردن، بمبم انداختن، آدمم کشتن، کارهای خودشونم کردن و خیلی از مردم حالا در سطح آمریکا بیشتر و در سطح دنیا، حالا اینا بیشتر مسئلهشون آمریکا بود، در سطح آمریکا قبول کردن این بحث رو، یعنی بالاخره قبول کردن. بعدش وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خود دولت گفتش که اولا صدام یه همچین چیزی نداشت، بعدم گفتن که ما فهمیدیم که صدام با القاعده هیچ ربطی نداشت و غیره و غیره، و خودشون هم حتی گفتن ما دروغ میگیم. ولی میبینیم که این بحث جا افتاد، یعنی شما الان هنوزم که هنوزه طبق آماری که میگیرن 70 و چند درصد از مردم آمریکا فکر میکنن صدام و اسامه با همدیگه رابطه داشتن، یعنی علیرغم اینکه همه فهمیدن این دروغه، ولی خب هنوزم که هنوزه یه همچین اعتقادی هست. مثلا که خیلی راحت میشه بزرگترین دروغ ها رو در صورتی که قدرت داشته باشی جا بندازی و خب مردمم اون دروغ براشون معنا پیدا میکنه، مثلا سیمبولیک اینتراکشن اینه که اون معنا پیدا میکنه و دیگه اون معنا رو نمیشه به همین سادگی یا گرفت و تغییرش داد. مثال اجتماعی یا طبیشو اگه بخوام بزنم تو زمینه روان پزشکی، همونجور که من گفتم قبلا، این DSM یعنی Diagnostics Statistics Manual، یعنی اون منیوالی که برای روان پزشکا تو آمریکا هست که استفاده میکنن، که تا حالا پنجمین جلدش همین چند ماه پیش در اومد، موقعی که 1952 فکر کنم اولین سالی بود که در اومد، روان پزشکای آمریکایی 55 تا مریضی روحی روانی توی این کتاب داشتن و نوشته بودن خب این مریضی هاست، این 55 تا و این به اصطلاح چیزایی شیوهی که خودشون نشون میده و برخورد پزشکم یا روان پزشکم باید به این شکل باشه. با 55 تا کردن این چند ماه پیش که در اومد، نزدیک 460 تا مرض روانی روحی توی این کتاب هست، یعنی مثلا یه رشد شاید 9 برابر، شاید فهم کنم میشه یه رشد 9 برابر داشته، حالا میشه پروسه 60-70 ساله، یعنی 52 تا الان یه 60-70 سال گذشته. منتها ببینید که این گروه پزشکی، یعنی این گروه روان پزشکی که 9 نفر هم هستن، نشستن تصمیم گرفتن که 5 نفر از این 9 نفر هم فقط باید رأی بده که یه چیزی بشه به شکل استاندارد مرض، این مرض روحی، تصمیم میگیرن که اینا این 450-60 مریضی چیزیست که تمام انسان ها باش درگیرن و باید تغییرش داد، باید براش قرص داد، باید براش تراپی رفت، باید براش خیلی کارهای دیگه هم کرد. پس ولی اگه من یا مثلا تمام دوستانی که 27-89 نفری که تو این اتاق هستیم، هممون یا حتی بیشتر 27-1000 نفر یا حتی 27-8 میلیون نفر، اگر یه همچین قدرتی نداشته باشیم نمیتونیم این معنی رو تغییر بدیم. بنابراین برای سیمبولیک اینتراکشنیستا معنی دنیا رو برای ما تعیین میکنه. حالا در سطح خیلی خیلی پایینش هم اگه من بخوام بگم، یعنی سطح پایین نه، منظورم خیلی خیلی زیربنایی تر اگه بخوام بگم، مثلا شما نگاه کنید به یه چیز خیلی ساده مثل الفبایی که ما ازش استفاده میکنیم، حالا یا انگلیسی یا مندرین یا فارسی یا هر زبون دیگه ای. این الفبایی که ما استفاده میکنیم سمبول هایی هستن که ما بغل هم دیگه میذاریم که ازشون لغت بسازیم که اون لغات توی ذهن ما معنی پیدا میکنن. این اگه اون لحظه هم معنی ندارن، بعد یکی برای اون توضیح میده و بعد اون لغت برای اون معنی پیدا میکنه.
این سمبول ها در واقع زندگی ما رو تعیین میکنن، تفکر ما رو تعیین میکنن. یعنی ما از اینها استفاده میکنیم برای اینکه دنیا رو توضیح بدیم. پس این سیمبولیک اینتراکشنیزم فقط این مسئله قدرت رو نداره، بلکه مسئله اینو داره که چجوری دنیا برای ما معنی پیدا میکنه. حالا تمام این مکتبایی که من توی جرم شناسی میگم زیر یکی از این سه تا متدولوژی جامعه شناسی جا داره، یعنی یا فانکشنالیسته یا کانفلیکت تیوریسته یا سیمبولیک اینتراکشنیسته. و خودم هم توضیح میدم، این توضیح رو قبلا یعنی تو بحث قبلیم ندادم، ولی خودم هم توضیح میدم که این جزء کدوم، این تئوریایی که میگم جزء کدوم یکی از این مکتب ها هست. خب من بر میگردم به اون آخرین صحبتی که یعنی آخرین سلایدی که باهاش تموم کردم و یه اشاره کوچیکی بهش میکنم، بعد میپردازم به بقیه تئوری ها. اون تئوری که باهاش تموم کردم، یعنی آخرین توضیحی که بود که دادم، تئوری انومی بود که میشه در واقع بی نظمی اجتماعی یا سوشال دیسوردر میشه. در واقع بحث اینه که توی جوامعی که انومیک هستش ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که انسانها یک به جرم مرتکب نشن و یا دو اصلا انحراف اجتماعی وجود نداشته باشه، چون مؤسسه های اجتماعی خودشون در حال یک گیجی به سر میبرن که نمیتونن لزوماً این خطوط اجتماعی رو که چی خوبه چی بده رو جلو ببرن و جا بندازن، چون خودشون هم نمیدونن این به چه شکلی هستش. من نمیدونم، شاید این مثال ما رو ببره توی بحثای دیگه و یه بحثای رو شروع کنه که در واقع یا من نتونم بیشتر توضیح بدم یا جواب بدم یا اصلا ما رو از این حیطه ببره بیرون. ولی حالا من اینو میگم با یه خورده محافظه‌کاری دارم اینو میگم، چون دوستان ممکنه این بحث میگم دوره یه جای دیگه بره. اگه بخوایم این بی‌نظمی اجتماعی رو بخوایم توی دو تا کشور مقایسه کنیم، اگه بخوایم، حالا چون من توی این کشور، یعنی تو آمریکا زندگی میکنم ولی از یه کشور دیگه اومدم، یعنی ایران اومدم، اگه بتونیم، و حالا اگه بخوام مثالای دیگه بزنم ممکن زیاد دوستان آشنا نباشن، شاید حتی کشور اروپای غربی هم به همین شکل، شاید حتی نظم اونجا بیشتر از نظم آمریکاست، چه بسا که نظم سیاسیش ممکنه نباشه ولی نظم اجتماعیش باشه، ولی بالاخره نظمش بیشتره. شما اگه از ایران حالا یا بخونین یا برین یا نمیدونم فیلم ببینین یا هر چی، یعنی نه فیلم سینما منظورم نیست، یعنی مثلا فیلم های مستند ببینین که چجوریه وضع چجوریه و غیره، میبینین که این وضعیت انومیک، اینی که من دارم میگم، توی مثلا کشورهای مثل ایران یا یه سری کشورهای خاورمیانه مشخصا، مثلا پاکستان، افغانستان، هند و غیره، این بی‌نظمی رو می‌بینید. بی‌نظمی منظورم این که مؤسسه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی این جوامع مؤسسه‌هایی نیستن که بتونن به خواسته‌های مردم پاسخ بدن و این خطوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو مشخصاً توضیح بدن. نه تنها نتونن توضیح بدن، بلکه خودشون هم درگیر این بی‌نظمی هستن. بنابراین مردم در رابطه با زندگی روزمره بیشتر دچار انحراف اجتماعی، انحراف اجتماعی من به عنوان چیز بد نمیگم، یعنی از اون خطوط بیرون رفتن بیشتر دچار این میشن تا مثلا تو جوامعی مثل نمیدونم آمریکا و سوئد و نروژ و آلمان و چند تا کشور اروپای غربی، که این نهادها اجازه نمیده که مثلا کسایی که حتی قدرت هم دارن، چون تعریف شده است، حتی قدرتم دارن بتونم، ممکنه از یه طریق دیگه این کارو بکنم، اونطور مطمئنا این تعریف ها مشخصه، یعنی کسی گنگ نیست در رابطش. بنابراین اگر توی جوامع مثل ایران نگاه بکنین، این جریان انومیک بودن جامعه رو، یعنی
بی‌نظمی اجتماعیش رو خیلی بیشتر میبینین. بنابراین بیشتر میبینین که جرم و جنایت هست، بنابراین بیشتر میبینین که انحراف اجتماعی هست. انحراف اجتماعی بازم حتی به عنوان چیز مثبتش هم من دارم میگم، یعنی اون به اصطلاح اون ارزش ها و باورهایی که تو جامعه باید باشه الان دیگه وجود نداره. مثلا من یادمه که همه این بحث هست، کسایی که در رابطه با ایران صحبت میکنن خیلی هنوزم با جرأت میگن که خب تو ایران معنویت یه معنی دیگه داره و مردم معنویان و مردم خیلی هوای همدیگر دارن، آدم میتونه مثلا رو دیگری حساب بکنه و غیره و غیره. اگر مثلا تو خودت وضعیت بد باشه، چه میدونم از این از پول گرفته تا نون و آب و نم شیر و هندونه، اگه بخوای همسایت بهت کمک میکنه، و اصلا این وضعیت روابط اجتماعی خیلی فرق میکنه تا آمریکا و اونا هم کشورهای غربی. اینجا همه سردن، اینجا به دیگری کاری ندارن و غیره. ولی خب این ما اگه بخوایم بر مبنای حرف من بریم، من میدونم بحث ها زیاده، بر مبنای حرف من اگه بخوایم بریم، یه همچین چیزی واقعیت نداره. تو ایران اتفاقا خیلی کمتر میشه رو دیگری حساب کرد تا مثلا توی کشورهای، من میدونم این بحث خواهد آورد، ولی به نظر من یه همچین چیزی هست. فقط اینم دارم میگم، نه واسه اینکه یه بحث جدید رو شروع کنم، بلکه نشون بدم که این بی‌نظمی اجتماعی از طریق گفته های تئوری انومیک نشون بدم که از طریق این گفته ها بی نظمی های مؤسسه های اجتماعی خودش باعث بی نظمی افراد و انسان ها میشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون تئوری که استرین تئوری اسمش بود، یعنی تئوری مثلا محدود کردن انسان ها اسمش بود، اگر ما توی جامعه از افراد میخوایم که اهداف اجتماعی سیاسی شخصیشون مثلا این باشه که برن دانشگاه، برن سر کار، یه حقوقی بگیرن، بعد زن و بچه دارشن، بعد یا شوهر و بچه دارشن، بعد توی اجتماع کار کنن و خونه بخرن و غیره، یعنی اگه ما بخوایم این اهداف رو بذاریم واسه انسان ها و بگیم از همه شما ما این انتظار رو داریم، جامعه باید وسیله رسیدن به این اهداف رو هم تعیین کنه، مشخص کنه و در اختیار مردم بذاره. اگر جامعه ای هستش که در این بی نظمی داره به سر میبره، نمیتونه این وسایل رو تعیین مشخص کنه و در اختیار مردم بذاره که برسن به اون اهدافی که احتیاج دارن. بنابراین جامعه مدام داره تو خودش میگرده در رابطه با عدم رسیدن به این اهداف، بنابراین جرم بیشتر میشه، بنابراین انحراف اجتماعی بیشتر میشه. این آخرین بخشی بود که توضیح دادم و آخرین تئوری بود که توضیح دادم دفعه پیش، و الان حالا میرم به تئوری بعدی که یکی از دوستان، من یادم نمیاد کدوم دوستمون این سوالو کرد، در رابطه با کنترل تئوری یا تئوری کنترل یا انواع تئوری های کنترل سوال کرد، که من گفتم که این بحث بعدی من میخواستم توضیحش بدم. اگه نگاه میکردین توی این سلایدی که دوستمون پرواز گذاشت توی دو هفته پیش، انواع تئوری کنترل سلاید بعدیه که اینو حالا من تا اونجایی که بتونم توضیح میدم. ببینین تئوری کنترل علارغم اون چیزی که وقتی شما میگین، من وقتی سر کلاس میگم تئوری کنترل یا سوشال کنترل تئوری، به خاطر اسمش خیلی از کسایی که میشنون فقط اسمشو اشتباهی فکر میکنن منظور تئوریسین های این مکتب اینه که باید انسان ها بیشتر کنترل بشن از طریق مؤسسه های مختلف، ولی در واقع این نیست. یه تفاوت اساسی هم تئوری کنترل داره با تئوری های دیگه که من مطرح میکنم، و اون اینه که رو نمیخونم، نمیدونم داره سوال میشه یا نه، ولی ببخشید اگه سوالی میشه و من بهش نمیرسم، ولی این معنی رو داره که این تفاوت رو داره با تئوری های دیگه، که سوال اصلیشون این نیستش، که همون سوالی که با بحثم رو با شروع کردم دو هفته پیش، که جرم شناسی سوالش چیه. جرم شناسی سوالش اینه که چرا این چرا میشه توی همه زمینه ها، اجتماعی،
اقتصادی، سیاسی، قدرت، هرچی، چرا مردم مرتکب به جرم میشن؟ یعنی چرا جرم میشه یه آلترناتیوی واسه چرا این کار رو میکنن؟ تئوری کنترل این سوال رو نمیکنه. تئوری کنترل سوالش یه خود برعکسه، یعنی سوالش اینه که چرا مردم این کار رو نمیکنن. پس باید رفت کسایی رو تحقیق کرد دیگه، نباید کسایی رو تحقیق کرد که مرتکب به جرم شدن یا منحرف اجتماعی هستن، باید رفت کسایی رو تحقیق کرد که مرتکب به جرم نمیشن و منحرف اجتماعی نیستن، ببینیم اونا چی کار میکنن، زندگیشون چجوریه که نمیکنن این کارهای به اصطلاح منحرف و غیر قانونی رو. بعد اون فرمول رو بستش بدیم به کسایی که مرتکب به جرم میشن. چهار تا مسئله رو مطرح میکنن، یعنی حالا جدا از این چهار تا مسئله، اولا مطرح میکنن که در کل ما پی بردیم هرچه انسان به جامعهش، یعنی به ما این کلمه فارسی برای کامیونیتی نداریم، ولی هرچی به جامعه کوچیک خودش وابسته تر باشه و احساس نزدیکتری بکنه، جرم و جنایت و انحراف اجتماعیش کمتر میشه، چون حس میکنه که به اون مؤسسه‌ای که داره ضربه میزنه در واقع داره به خودش ضربه میزنه، چون نزدیکه، یعنی یه وابستگی حس میکنه به این مؤسسه ها. و معتقدن که توی چهار زمینه انسان باید این وابستگی رو داشته باشه که بتونه کاملا اصلا آلترناتیو جرم و جنایت رو بذاره کنار. یکی این که من اینا رو به انگلیسی میگم، به فارسی هم میگم تا اونجایی که بتونم لغت مترادفش رو دقیقا پیدا کنم. یکی این که اتچمنته، یعنی باید خودش رو نزدیک و وصل به جامعهش حس کنه، که این یکی از نکات مهمشه. یکیش هم کامیتمنته، یعنی باید متعهد باشه به جامعهش، به جایی که داره زندگی میکنه، به مردمی که اطرافش هستن، و اینکه چقدر داره در رابطه با اون تعهدش حرکت میکنه و کار میکنه. یکی این که اینوالومنت، یعنی این که درگیر باشه، درگیر جامعهش باشه و اون چیزایی که معتقده بهش، که وابستش کرده به جامعهش، درگیر باشه که تغییر بده، حفظ بکنه به هر شکلی. و چهارمی این که بلیف، یعنی معتقد باشه به این کاری که داره میکنه، یعنی همون ارزش ها رو داشته باشه و همون باورها رو داشته باشه که بقیه جامعهش دارن. اگر به قول این تئوریسین های کنترل اجتماعی، اگر به قول اینا این چهار تا زمینه رو بتونه کاملا داشته باشه هر فردی، بسشون هم مطلق نیست، یعنی میگن مطلقا از منحرف بودن و جنایت و جرم پرهیز میکنه، بلکه معتقدن که این چهار مسئله کمک میکنه که این انسان مرتکب به جرم و جنایت نشه. توی خود کسایی که معتقد به کنترل اجتماعی هستن، خب نظرات مختلف وجود داره که حالا اونا رو بعدن اگه بخواین توضیح میدم، ولی بعضی هاشون میرسن به این نقطه که میگن، بهش میگن بالانس تئوری کنترل اجتماعی. منظورشون اینه که این بالانس، منظورشون اینه که بدونن که توی جامعه درگیر بودن، همون اعتقادها رو داشتن و وابسته بودن به جامعه بیشتر به نفعشونه تا مرتکب به جرم شدن و مثلا زندانی شدن و نمیدونم، حالا نمیدونم، حتی یه پولی هم واسش دادن و غیره، یعنی جریمه شدن. اگر این بالانس نباشه، یعنی اگه معتقد نباشن که بهتر بودن و منحرف نبودن به در مقایسه با مثلا زندان رفتن، دستگیر شدن و غیره، بازم این بالانس به هم میخوره. بنابراین توی خودشون هم یه اختلافی وجود داره. یه نکته ای رو میخوام بگم، ممکنه الان چون جزو این تئوریایی نیست که میخوام توضیح بدم، ولی یه آدمی به اسم، یعنی این کسی که من اینجا اسمشو می‌نویسم، هرشی، حتی باید با اچ بزرگ باشه، ولی هرشی یکی از مؤسسین این تئوری بود، همین تئوری کنترل اجتماعی. این تئوری رو دهه 70 داد، 77-78 این تئوری رو داد. ولی این بازم میخوام بگم، این تئوری بعدی هرشی که همون کنترل اجتماعی نیست، بلکه اسمشو میذاره کنترل شخصی.
اینو دهه 90 من یعنی 21 دو سال بعد تئوری کنترل اجتماعی، هرشی اومد یه تئوری دیگه داد به اسم نه تئوری کنترل اجتماعی بلکه تئوری کنترل شخصی، که تقریبا به نظر من با خیلی کسا حرف زدم، اینا بعضیا معتقدن که این متضاد با تئوری کنترل اجتماعیش نیست، ولی به نظر من تقریبا متضاد با تئوری کنترل اجتماعیش. تئوری کنترل شخصیش اینو میگه، یعنی به نظر من نه تنها این مسئله رو روانشناسی کرده، یعنی از حیطه جامعه شناسی در اومده و جامعه شناسی در اومده، بلکه به نظر من خیلی هم سادش کرده و این سادگی یه خورده بیشتر آدم رو مشکوک میکنه و باعث میشه که آدم بیشتر بخواد بهش نقد بکنه. من خودم بهش خیلی نقد دارم و مطرح میکنه که یعنی توی این کنترل شخصی مطرح میکنه که کسایی که مرتکب به جرم و انحراف اجتماعی میشن کسایی هستن که کنترل شخصی ندارن. یعنی یه چیز خیلی، من نمیخوام از این تئوری کم بکنم، ولی یه چیز خیلی ساده ایه، یعنی شما باهاش زیاد نمیتونی بحث بکنی چون لزوماً نمیشه نشونش داد، یعنی توی یه تحقیق نمیشه نشون داد. مثلا مثل بازم من نمیخوام به کسی کلمه توهینم شاید سنگینه برش، ولی نمیخوام کسی رو آزرده کنم اگه بگم مثلا تئوری فروید رو اگه بخونین، تئوری فروید بیشتر تئوری که یعنی ما هنوز نداشتیم کسایی که بتونن مثلا این ادپس کامپلکس و نمیدونم ایگو و اید و سوپر ایگو الکترو کامپلکس و اینجور چیزا رو بتونن از شیوه تحقیق نشون بدن. خیلی تئوری های خوبیه، مثلا حتی این تئوری که کلن اون ضمیر ناخودآگاه یا unconscious mind که تعیین میکنه که افراد چجوری حرکت میکنن، شما وقتی که خود به خود وقتی میگی unconscious mind بعد دیگه نمیتونی از نظر تحقیقی یا علمی زیاد بهش بپردازی، چون همیشه بحث اینه که بعد میگه خب بابا من این تحقیق رو کردم ولی این آدما اصلا نشون ندادن که چیزی توی ضمیر ناخودآگاهشون هست. بعد خب جواب اونایی که فرویدیان اینه که خب معلومه که نشون ندادن چون تو ضمیر ناخودآگاهشونه، یعنی چون باز شد یه بحثی چیز دیگه، ولی چون این تئوری فرویدو بعد به اضافه این تئوری هرشی رو که گفتم که قبلا به کنترل اجتماعی معتقد بود بعد شد کنترل شخصی، یعنی این شخصی که کنترلش از دست میده و مرتکب به جرم میشه، اینو زیاد نمیشه نشونش داد چون بالاخره هر کسی که مرتکب به جرم میشه خودش داره این کارو میکنه دیگه، یعنی نمیشه گفت که این طرف این کارو نمیکنه. فقط یه ایرادی که داره این تئوری اینه که برمیگرده به این که آیا جرم یه چیزی است که تو طبیعت وجود داره، انحراف اجتماعی یه چیزی است که تو طبیعت وجود داره، یا یعنی که اجتماع تعیینش میکنه و اجتماع است که میگه مثلا سیگار کشیدن جرمه مثلا، یا مثلا سیگار کشیدن انحراف اجتماعیه، یا مشروب زیاد خوردن انحراف اجتماعیه، یا حتی مثلا 5 تا دکترا داشتن انحراف اجتماعیه، یا اصلا سواد نداشتن انحراف اجتماعیه، یا مثلا ماریجوانا کشیدن جرمه. اینا رو این نیستش که تو طبیعت ما وجود داره، این نیست که شما توی اون جامعه‌ای که داری زندگی میکنی یا به دنیا میای از قبل این قوانین وجود داره و تو چه بخوای چه نخوای یه روز داری این قوانین رو میشکنی، یه روز داری ازشون فرمان برداری میکنی. بنابراین این چیزی نیست که دست خود آدمه، ولی در حال فقط خواستم بگم که تئوری کنترل شخصی 21 2 سال بعد از دهان یا از قلم همین آدمی که قبلا معتقد به کنترل اجتماعی بود یا تئوری کنترل اجتماعی بود در اومد و باعث یه سری بحث‌های جدید شد که خب خودش هم به نوبه خودش تونسته از اینا دفاع کنه. من میخوام تئوری بعدی رو که توضیح میدم در واقع ببینم همون تئوری لیبلینگ تیوری یا برچسب زدنه، فقط میخواستم یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه بریکی بگیرم، اگر سوالی هست یا نکته ای هست که میخواد حالا یه گفته بشه یا غیره اگه میشه بشه، تا اینکه من 2 دقیقه دیگه برگردم. مرسی پرواز جان، مایک آزاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون عبدی عزیز. دوستان همگی خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز یه بریک میگیریم چند دقیقه، عبدی ادامه میدن. دوستان اگر مایلن سوال، در نوبت سه نفر هستن میتونن سوال کنن و بعد از اون ادامه خواهیم داد. من فقط اینجا دوست دارم که اشاره کنم که ما هفته آینده با دوستمون خانم سیمین اصفهانی برنامه خواهیم داشت در رابطه با یک گزارشی از کنفرانس زنان که در کاتماندو نپال صورت گرفته. پس با هم این موسیقی رو با شعر زیبا رو گوش میدیم تا اینکه عبدی عزیز هم استراحتی بکنه.
خب دوستان عزیز، خوشحالم از حضورتون. با سلام و درود مجدد خیلی خوش آمدید. در اینجا عبدی جان اگر اجازه بدین دوستانی که در نوبت هستن سوالاشون رو راجع به بحثی که شما کردین سوال بکنن و بعد ادامه بدیم. خیلی ممنونم. فهم کنم 3-4 دقیقه سپنج عزیز، زحل و بهناز عزیز میتونین سوال کنین. اگر خواستین که پاسخ بدین عبدی جان 5 بزنین که من میکروفونو میتونم بعد از هر کدوم از دوستان یا با هر تناوبی که بخواین در خدمتون بذارم. سپنج عزیز بفرمایید. بعد از بحث عبدی دوستان اگر بحثی دارن میتونیم وقت بیشتری در اختیارشون بذاریم. اوکی، بفرمایید سپنج عزیز. سلام خانم عدنین، حاضرین اتاق و جناب عبدی. من خیلی خوشحالم که یک کریمینولوگ، کرایمینولوگ، جرم شناس معرفی میشه تو اتاق، چون در ایران ما این شعب مختلف جامعه شناسی رو نمیشناسیم. فوقش مثلا جامعه شناسی به صورت کلی هست، فلسفه یا بعد ایدئولوژی و همه مسائل کشورمون رو با این کلیات نگاه میکنیم. ولی در مورد تئوری هایی که گفتم جناب عبدی، من یه نکته ای رو میخواستم و حتما آشنا هستم که جرائمی هستند که اولا برخی جرائم مثل اقتصادی، خب با تغییر قانون مثلا جرائم ورود الکل در اتحادیه اروپا دیگه جرم نیست. خب یه برخی جرائم اینطوری از رده جرم خارج میشه، ولی برخی که حالا من عنوان سوئدیشو میگم آت بوت میگن، حالا در انگلیسی نمیدونم، مثل تجاوز، خشونت و اینها هست، خب برخی هم کلاهبرداری مثلا. خب اینها یک عناصر شخصی داره و تجربی هست. مثلا یک جرم در رابطه با پارتنرشیپ، خشونت علیه زنان یا حالا مرد علیه زن، علیه مرد، در حال این یک عنوانهای جدید جرم شناسانه به وجود اومده. خواهش میکنم این تئوری هایی که شما توضیح میدید در همون غرب که این تئوری ها عمل میشه. سپاسگزارم. البته شما اشاره کردید در این مورد فروید و بسیار کنترل شخصی. البته سوشالایزینگ یک مرحله که خب تا اونجایی که من تو عمل دیدم خیلی از زمینه های جرایم در این چیز شدن، همون اتاچمنت که شما اشاره کردید، یعنی این سوشالایز نمیشه به لحاظ نبود یک مادر، حالا چه پدر، چه مرد، چه زن، که این ارزش های اجتماعی بهش منتقل کنه. متشکرم، بیشتر توضیح نمیدم، وقتم گذشت. دوست عزیز سپنج، شما اگه ممکنه سوالتون رو در یک جمله یا دو جمله خلاصه بگین، چون که یک کمی نامفهوم بود برای اینکه عبدی عزیز بخوان پاسخ بدن. اگر صدای منو میشنوین دوست عزیز سپنج، میکروفون رو بگیرین، اگر توجه کردین به گفته من، سوالتون رو در یک جمله یا دو متشکرم. بفهمید. سپنج عزیز شما میتونین مایکو بگیرین همین الان، با پوزش از بهناز عزیز اشکال. اوکی، بفرمایید سپنج عزیز، میکروفون برای شما.
زن و شوهر هست، دو جنس در رابطه نزدیک. مثلا این تئوری هایی که جناب عبدی فرمودن در این زمینه خود این تئوری انطباق در مورد که اینها چه توضیحی دارن که اونطور آمارشون میده طبقاتی هم نیست. متشکرم. ماکرها بسیار خوب. دلیل اینکه من گفتم تکرار کنین از اینکه عبدی عزیز میخواستن که واضح‌تر شما این مسئله رو ابراز کنین. بهناز جان با درود و سلام به شما، بفرمایید میکروفون برای شما، صحبت کنید. خیلی ممنون پرواز عزیز. با عرض سلام و درود به همگی و به سخنان عزیز، من دو تا سوال برام پیش اومد. یکی اینکه در مورد فانکشنالیسم بود، شما فرمودید که خب البته محافظه‌کارن یا میخوان زیاد طرفدار تغییر نیستن فانکشنالیست ها. اون چیزی که من برداشتی که دارم از فانکشنالیسم این هست که در واقع چطوری بگم، شرایط و مسائلی که در جامعه هست تعیین میکنه که چه چیزی فانکشن داره چه چیزی فانکشن نداره. مثلا اگه یک شرایط جنگی باشه، جنگی صورت بگیره، خب کاملا شرایط جامعه ایجاب میکنه که اون شاید مؤسساتی که در جامعه هست کاملا تغییر کنن، قوانین تغییر کنن، خیلی مسائل ممکنه تغییر بکنه و فانکشنالیست موافق این تغییر هستن. منتها تا زمانی که اون کارهایی که میکنن فانکشن داره، تا اون زمان موافق هستن که انجام بشه، یعنی ادامه پیدا کنه اون مؤسسات و تغییر نکنه. خب البته بقیهشو من کاملا متوجه شدم و موردی نیست برای من سوال، اینکه بله نتیجه رو میخوان بیشتر ببینن چیه. این از این. سلام خانمستان. دوم این که در مورد همین کنترل تئوری، تئوری کنترل، تا اونجایی که من فهمیدم از این تئوری این هست که یک سری عوامل کنترل درونی در انسان هست که از طریق جامعه، مثل حالا باورهایی که انسان داره، مورال یا مثلا همون اخلاقیاتی که در جامعه هست و جا میفته برای انسان ها، چقدر بیشتر اخلاقی باشن، کمتر شاید مرتکب جرم میشن، یه سری عوامل درونی برمیشمارن برای اینکه انسان مرتکب جرم نشه. یکی یه سری عواملی که بازدارنده هست بیرونی، ببخشید، عوامل بازدارنده درونی هست و عوامل بازدارنده بیرونی مثل پلیس، قوانین، چیزی که از طرف جامعه انجام میشه و از پیرامون هست باعث میشن که حالا خیلی ها چه خود شما فرمودید. ولی شما اون دو رو از هم جدا کردید، سری گفتید که سری وابستگی شخص به جامعه و و و چهار تا باورها و غیره که برشمردید، و از یه طرفی گفتید که البته اون مال هرشی بود که فرمودید، کم که بعدا اومده گفته که خود عوامل، یعنی خود شخصه که خودش رو کنترل میکنه. منتها اون چیز که من میدونم الان توی یه سری قوانینی که هست، بله الان توی ببخشید میگم قوانین، توی این تئوری هایی که هست اینه که هم عوامل بیرونی رو در نظر میگیره، عوامل بازدارنده بیرونی، هم عوامل بازدارنده درونی رو در انسان ها در نظر میگیرن که خب اینها رو با هم تنظیمش کنن جوری که کمتر جرم صورت بگیره. برای من خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم، ببینم آیا من اشتباه میکنم در این مورد یا شما شاید فقط نظر یکی از این، چون البته خیلی کنترل تئوری اما اقسام مختلف داره و
نظریه مختلف هست. به هر حال خیلی ممنون. بفرمایید.